بامداد جمعه 31 خرداد، افشین اوسانلو، یک کارگر زحمتکش دیگر که به جرم فعالیت صنفی و افشاگرانه توسط رژیم ولایت فقیه دستگیر شده بود، توسط دشخیمان رژیم آخوندی در زندان گوهردشت کرج به شهادت رسید. مادر شهید افشین اوسانلو گفت فرزندش در اثر شدت شکنجه به بیمارستان منتقل شده بود. وی را به قدری شکنجه کردند، به قدری کابل به کف پایش زده بودند تا از او به زور حرف بکشند. بعد از 5-6 روز هم او را قپانی کرده بودند. زندانبانان رژیم قتل این کارگر زندانی را همچون ستار بهشتی، مرگ در اثر بیماری و سکته قلبی اعلام کردند. سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استانهای تهران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان رجایی کرج فوت کرده است. اما خواهر افشین در مصاحبه‌ای گفته است که وقتی افشین را به بیمارستان آوردند فوت شده بود. خواهر این شهید گفته است افشین سالم بود و هیچ ناراحتی قلبی نداشت. ما وقتی خبر را شنیدیم اصلا باورمان نمی‌شد. مگر می‌شود افشین سکته قلبی کند؟ خواهر افشین همچنین گفته است که هفته پیش مادرم یک ملاقات حضوری با افشین داشت و حالش خوب بود. منصور اوسانلو برادر افشین و رئیس پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز گفته است برادرم هیچ گونه سابقه بیماری نداشته است و مسئولیت مرگ وی در زندان بر عهده حکومت و کسانی است که وی را به دلیل فعالیت صنفی در شرایط غیر بهداشتی و محیط بسته با کیفیت غذای نامناسب نگهداری کردند. اما جرم افشین اوسانلو چه بود؟ افشین اوسانلو را به دلیل فعالیت صنفیش در سال 1388 بازداشت کردند. دشخیم قاضی صلواتی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد و دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز این حکم را تایید نمود. افشین از تاریخ اول مهر 1389 در زندانهای اوین و گوهردشت شهر کرج محبوس بوده است. این کارگر شهید خود در نامه‌ای پرسیده بود مگر من چه اقدامی علیه امنیت کشور انجام دادم؟ تمامی فعالیت این جانب نیز صنفی بوده است. تنها گناه من پیگیری خواستهای به حقی است که کارگران شرکت واحد به آن واقف شده و آن را مطالبه می کنند که با دستگیری و زندانی کردن آنها این خواستها از بین نمی رود. مادر افشین و منصور اوسانلو در گفتگویی در تیر ماه 1391 از فشار و شکنجه بر فرزندش برای واداشتن او به اعترافهای ساختگی گفته است در اولین ملاقات بعد از دستگیریش و چند ماه بیخبری به خاطر آن شکنجه ها حال خوبی نداشت. خودش هم در اولین تماس تلفنی گفت 4 ماه من را شکنجه کردند. افشین اوسانلو در مرداد ماه سال 1391 از زندان گوهردشت نامه‌ای به بیرون زندان فرستاد. او در این نامه درباره چگونگی دستگیر شدن و رفتار ماموران نوشته بود در پاییز 1389 هنگام استراحت در خوابگاه مخصوص رانندگان مستقر در ترمینال مسافری توسط افراد مسلح که همگی لباس شخصی بودند ربوده و به بند وزارت اطلاعات یا همان بند 209 زندان اوین منتقل شدم. به مدت 5 ماه در سلولهای انفرادی 209 در زندان اطلاعات شهر سنندج تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتم. شکنجه های نظیر کاب به کف پا، وادار کردن به دویدن با همان پاهای زخمی و کاب خورده، بازجویی های طولانی مدت به مدت 17-18 ساعت، فوش های رکیک و ضرب و شتم این جانب به صورت دست جمعی که باعث شکسته شدن چند تا از دنده ها و همینطور دندان هایم شد. در طی این 5 ماه خانواده هم هیچ گونه خبری از من نداشته و پیگیری هایشان هم به جایی نرسید. به من حتی اجازه تلفن زدن به مادر سال خورده و رنج کشیده ام را که غم زندانی شدن پسر دیگرش آقای منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد تهران را هم بر دوش می‌کشید ندادند. او در بخش دیگری از این نامه نوشته است مانند بسیاری از رانندگان زحمتکش و با شرف به سختی چرخه زندگی را می‌چرخاندم و با مشکلات بیشماری روبرو بودم و غالباً با گفتگو و همفکری با دیگر رانندگان در پی بهتر شدن شرایط کار و زندگی من بودیم. در زندگی همواره در چارچوب قانون و احترام به آن زندگی کردم. قانع بوده و به کارم افتخار می کردم. سعی کردم همواره به دیگران احترام بگذارم و به وطن و مردمم عشق بورزم و تمام عمر در حال کار و خدمت به جامعه ام باشم. سرانجام افشین اوسانلو در زندان دشخیمان خامنه‌ای به خاطر دفاع از حقوق زحمتکشان به شهادت رسید.